بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله واصل الحمد بالنعم و النعم بالشکر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه و نستغفره مما احاط به علمه و احصاه کتابه، علم غیر قاصر و کتاب غیر مقادر، و نؤمن به ایمان من قد آین الغیوب و وقف علی الموعود، ایمانا نفع اخلاصه الشرک و یقینه الشک، و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. شهادتین لا یخف و میزان توزعان فی و لا یسقل میزان ترفعان ان. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فکذبتم فسوف یکون لزاما. امروز هیچ چیزی مثل دعا و نیایش به پیشگاه خداوند سفارش نشده. امروز افتخار هر مؤمنی این جمله هست که سبحانک انی کنت من السائلین. تو دعای عرفه امروز میخوانید که خدایا تو منزهی، من خودم رو این گونه معرفی میکنم، انی کنت من السائلین، منم امروز در زمره این گدایان و سوال کنندگان از پیشگاه تو هستم. امروز ملامت شدند انسانهایی که از غیر خدا درخواست میکنن. امام سجاد در چنین روزی فردی رو دید که از غیر خدا درخواست میکرد. امام فرمود وای بر تو در چنین روزی که حتی بچه هایی که در رحم مادر هستند، اینا امید به رحمت خدا دارن که جزو سعدا ضبط بشن و ثبت بشن، تو درخواستت رو از غیر خدا میکنی. امروز خسران برای انسانهایی است که یا دعا نمیکنن یا اهل دعا نیستند یا از دیگران درخواست میکنند. امروز روز عرفه، روز سوال از خداوند. این آیه ای رو که تلاوت کردم آیه 77 سوره فرقان هست. آیه عجیبی است. یه تفسیر آیه اینه، البته تفسیرهای دیگه هم داره این آیه. یه تفسیرش اینه: پیامبر بگو ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر شماها اهل دعا نباشید، اهل نیایش نباشید، هیچ ارزشی پیش خدا ندارید، خداوند هم هیچ نگاهی به شما نخواهد کرد، هیچ اعتنایی به شما نخواهد کرد. تو ادبیات گفتاری ما اینه، اگر یه کسی رو بخوایم بگیم یا چیزی رو بخوایم بگیم ارزشی نداره، میگیم توجهی بهش نمی کنیم، عنایتی بهش نداریم، یعنی برای ما آنچنان ارزشمند نیست. اگر چیزی ارزشمند باشه نگاه ما رو به خودش جلب میکنه. خداوند تو این آیه شریفه فرقان
فرماد کسانی که اهل دعا نیستند نزد من قابل توجه نیستند، قابل توجه نیستند. خیلی تعبیر عجیبیه. بالاخره همه انسان ها پیش خدا منزلتی دارن، اما اون انسان هایی که اهل دعا میشن، اهل مناجات میشن، اهل درخواست میشن، اینا یه عنایت ویژه‌ای بهشون میشه. اون عنایت ویژه مال دیگران نیست، فقط مال اینهاست. اون ارزش مال اینهاست، مال دیگران نیست. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. حقیقت دعا، جوهره دعا، عمق دعا، دو چیز بیشتر نیست. اگه آدم به این دو چیز رسید اهل دعاست، بلا اهل دعا نخواهد بود. یک، احساس فقر، احساس خلا، احساس نیستی و نداری در وجود خود. شما اگر احساس بکنی داری، مالکی، توجه نمی کنی. اما اگر رسیدی که هیچ چیزی مال تو نیست، یا من به یدهی ناصیتی، یا علی من به ذری و مسکنتی، یا خبیرن به فقری و فاقتی، اگر به فقر، به فاقه و نیاز رسیدی، مثل طفل، طفل با مادر این رابطه رو داره، بی پناه ترین موجود خودش رو میبینه، نیاز 100%، فقر محض، حاجت محض خودش رو میبینه. یک. دو، منبعی که بتونه پر بکنه این خلاء رو، بتونه قنا ببخشه، بتونه کامل بکنه، کسی جز خداوند نبینیم. این دو رو اگر کنار هم قرار بدیم، امروز سر از پا نمیشناسیم که اهل دعا باشیم. نیاز خود ما هست، حاجت ما هست، بی نیازی خداوند و منبع فیض هم خودش. این دو اگر کنار هم قرین بشن، سبحانک انی کنت من السائلین. خدایا تو منزهی. تو این روز عرفه اومدم بگم منم دستانم به سمت تو بلنده، منم مثل همه خوبانت، همه بندگانت، از تو سوال دارم، از تو درخواست دارم. این دعا گره‌گشای همه مشکلات و معضلات ماست. خب ممکنه سوال بکنید که ما امروز چی بگیم، چی بخواهیم. دو تا دعا هست، یکی مال دیشب بود، اگه توفیق داشتید خوندید. نه فقط مال دیشب، مال هر شب جمعه است. یعنی همان گونه که دعای کمیل مرسوم هست تو شبهای جمعه، این دعای شب عرفه هم ولو مرسوم نیست ولی وارد شده. تو هر شب جمعه ای که شب رحمت الهی است، این دعا وارد شده. من یه چند فراز این دعا رو میخوام بگم. یه دعا هم امروز هست که میخوانید، دعای عرفه است، اون مزامین بلند. تو دعایی که دیشب بود، یه چند فرازش اینه: اللهم لا تجعلنی من الاشرار ولا من اصحاب النار. خیلی درخواست بلندیه. خدایا ما رو جزو اشرار قرار نده، جزو شروران این عالم قرار نده، ولا من اصحاب النار،
ما رو جزء اصحاب آتش قرار نده. این درخواست خیلی مهمه. فرمود فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. اصلا تمام سعادت اینه آدم از آتش کنده بشه، اهل بهشت بشه. اللهم لا تجعلنی من الاشرار ولا من اصحاب النار. خدایا به حرمت شب عرفه، به حرمت روز عرفه، منو جزء اشرار قرار نده، منو جزء اصحاب آتش قرار نده. ولا تحرمنی صحبت الاخیار. خدایا منو محروم نکن از مصاحبت با خوبان، مصاحبت با اخیار. یه مژده به شماها که امروز اینجا هستید، شما مصاحبت با علی ابن موسر رضا رو علیه آلاف و تحییت و سنا کسب کردید. این چیز کمی نیست، این مصاحبت چیز کمی نیست. خیلی از زیر این آسمان آرزوشون این بود که امروز اینجا باشه، شما توفیقش رو پیدا کردی. اصلا از این بالاتر خیلی آرزو داشتن بیان زیارتش، ولی اجل مهلت نداد، مردن رفتن. گاهی تو این حرم که نماز میخوانید این کمربند دعاتون رو وسیع بگیرید. خدایا برای همه کسانی که تو این عالم، اقصا نقاط عالم دوست داشتن اینجا باشن، زیارت بکنن، نتونستن، نشد، ثواب این زیارت مال هم. صحبت اخیار، خب این یه مصاحبت جسمانی است که کنار امام هشتم آدم قرار میگیره. از این مهمتر صحبت معنوی و عرفانی است، یعنی قرب به امام هشتم، نزدیکی به اولیای حق، مصاحبت با اولیای حق. این چجوری حاصل میشه؟ من یه روایت عرض میکنم، این روایت پاسخ این پرسشه. یه شخصی هست به نام یونس ابن یعقوب، از شاگردان امام صادقه. گفت ما با امام صادق تو کوچه های مدینه داشتیم راه می رفتیم، حرکت می کردیم. امام یه لحظه ایستاد، فرمود یونس ابن یعقوب برگردیم. در خانه من تو مدینه یکی از کسانی است که منا اهل البیت، از ما اهل بیته. ببینید امام صادق میگه کسی در خانه ایستاده که مقامش و جایگاهش شده مثل سلمان که منا اهل البیت. گفت من فکر کردم یه کسی از بستگان امام، دوستان امام، یه کسی که رابطه قرابتی و وصلتی با امام داره کنار خانه امام. میگه با امام شتاب کردیم، اومدیم در خانه، من نگاه کردم دیدم یه شخصیه به نام عیسی بن عبدالله قمی. این اهل قمه، اهل مدینه نیست اصلا، با امام نسبتی نداره که. ازش پرسیدم که تو اهل کجایی؟ گفت من اهل قمم، عیسی بن عبدالله قمی. فکر کردم آخه عیسی بن عبدالله قمی این با امام نسبتی نداره که، امام تو مدینه است، این تو قمه. چطور امام فرمود یه نفر از ما اهل بیت کنار خانه ماست؟ این که نه برادر امامه، نه فرزند امامه. این تعجب من رو امام صادق بهش توجه کرد، فرمود وارد خانه بشید. ما وارد خانه شدیم،
این یونس ابن یعقوب میگه امام به من فرمود یونس تعجب کردی؟ گفتم یک کسی از ما اهل بیت کنار خانه ماست، تعجب کردی؟ گفتم بله آقا، آخه این اهل اینجا نیست، این مال قومه، قوم کجا؟ مدینه کجا؟ امام فرمود یونس ابن یعقوب، عیسی ابن عبدالله قمی از ما اهل بیت، خواه زنده باشه خواه مرده باشه، یعنی حیان و میتن، حیان و میتن، چه زنده چه مرده، فرمود از ما اهل بیت. باز میگه نفهمیدم که خب چرا اینجوری شده. تا اون لحظه‌ای که امام میخواست از عیسی ابن عبدالله قمی خداحافظی بکنه، امام پیشانی این آدم رو بوسید، بعد یه جمله امام فرمود. این جمله امام مال زمان ما هم هست، مال آیندگان هم هست، مال همه هست. امام یه جمله فرمود، من راز الحاق به اخیار رو تو این جمله امام فهمیدم. امام فرمود عیسی ابن عبدالله قمی، اینو خوب عنایت بفرمایید، عیسی ابن عبدالله قمی نمیشه تو شهری شیعی از شیعیان ما زندگی بکنه، خواه 100,000 نفر یا 200,000 نفر، و تو این شهر پر جمعیت یه آدمی باشه که از این شیعه ما با تقواتر باشه، ممکن نیست. شیعیان ما با تقواترین انسان ها هستن، با تقواترین، تو 1,000,000 جمعیت، تو 100,000 جمعیت، تو 200,000 جمعیت. فرمود نمیشه کسی از شیعیان ما باشه تو شهری زندگی بکنه که تو اون شهر یه آدم از این با تقواتر باشه. ولا تحرمنی صحبت الاخیار، اینا رو دیشب تو دعای عرفه، شب عرفه خوندید. چجوری میشه مصاحبت با اخیار؟ راهش همینه، نه اینکه فقط به زیارت بیاد، نه اینکه فقط اهل نماز باشه، نه اینکه فقط اهل غیبت نباشه، نه، باید به یه حدی برسه، به یه اوجی برسه، به یه جایگاهی برسه که اگر تمام اهل شهر رو جمع بکنن، تقوای این آدم بیشتر از اوناست، تقوای این آدم. این راز الحاق به اخیاره، الحاق به ابراره. برزقنی ولا تحرمنی صحبت الاخیار، یعنی شیعه واقعی از حلالش هم گاهی تقوا میکنه، چه برسه به حرامش. از حلالش هم دوری میکنه گاهی، چه برسه به حرامش. شیعه واقعی اینه. ولا تحرمنی صحبت الاخیار و احینی حیاتن طیبه. خواسته بعدی این بود دیشب که خدایا به من حیات طیبه بده، یک زندگانی پاک و پاکیزه به من بده. و توفنی وفاتن طیبه، یه مرگ پاکیزه، یه مرگ پاکیزه. من برخی از عالمان رو میشناختم تو شهر تهران، اینا کنار سجاده نماز شبشون رفتن، یعنی نماز شبشو خون، کتاب فقهیش رو داشت مطالعه میکرد،
سر و گذاش رو کتاب، بچه‌هاش فکر کردن خوابش برده. چرا برای درس نمیره؟ چرا بلند نمیشه؟ اومدن دیدن انگار 100 سال خوابه. بعد از نماز شب تو مطالعه کتاب فقهی سکته کرد، مرد. وفات طیبه، مرگ خوب، مرگ پاکیزه. خیلی هم غیبت کردن، تهمت کردن، سکته کردن، مردن. خیلی هم مال مردم خوردن، چپاول کردن، غارت کردن، سکته کردن، مردن. وفاتن طیبه، یه مرگ پاکیزه که تلحقنی بالابرار. مرگ پاکیزه انسان رو به ابرار متصل میکنه. شاید تو همه عمرش هم توفیق زیارت امام هشتم رو پیدا نکرده، اما ملحق به ابرار میشه، ملحق به اخیار میشه. ورزقنی مرافقت الانبیا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا فرازهایی بود از دعای دیشب. امروز هم که دیگه حالا میخوانید، تو مضامینش هم دقت بکنید، جایگاه بلندی است. دعا کلید ارزشمندی ما انسان هاست. دعا کلید سعادت دنیا و آخرت ماست. یه جمله ای از پدر امام هشتم، امام کاظم هست، که به حفص ابن سالم ابو ولاد، یکی از صحابیان امام کاظم بود، که من امام رو دیدم سون سالی که منصور دوانقی به درک واصل شد. امام فرمود به شیعیان من بگو تا میتونن دعا بکنن، تا میتونن، تا شر این ستمگر حذف بشه. او میگه من اومدم، اهل کوفه بود، گفت اومدم به شیعیان کوفه گفتم این دستور امام کاظم، دعا کنید، دعا کنید، علیکم به دعا، علیکم به دعا. میگه مجدانه و مصرانه همه دعا کردن. اون سال منصور دوانقی علیه اللعنه حرکت کرد، رفت به حج، نرسیده به سرزمین مکه فوت کرد. من همون سال حج رفتم، بعد اومدم مدینه خدمت امام کاظم. امام فرمود توصیه منو چگونه دیدی؟ عرض کردم آقا به هدف اجابت خورد، منصور به درک واصل شد. بعد امام یه قاعده داد، یه معیار داد، این معیار به درد میخوره، همیشه کارسازه. امام فرمود هیچ بلایی نیست که بر انسان مؤمنی وارد بشه اگر اهل دعا بود، امید برطرف شدن اون بلا هست. اگر اهل دعا بود و اگر بلایی نازل شد و او اهل دعا نشد، فقط نقزد، فقط ایراد گرفت، فقط حرف زد، اهل مناجات نشد، اهل نیایش نشد، امام فرمود اون دعا برطرف نخواهد شد. این یه قاعده است. هر بلا، هر مصیبتی که به انسان میرسه، اگر اسلحه دعا رو از انسان نگیرن، امید برطرف شدنش هست. ولی اگر اسلحه دعا رو گرفتن، سلاح دعا رو گرفتن، اهل غفلت شدیم، اهل دعا نشدیم، امیدی به برطرف شدنش نیست. این معنای دعاست. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فکذبتم فسوف یکون لزاما. انشاءالله امروز اهل دعایید، اهل مناجاتید، دعا میکنید، به وسعت دعای عرفه همه رو از دعا بهره مند میدارید. اجازه بدید، چون یکی از کارهایی که امروز جزء مستحبات هست زیارت حسین ابن علی سلام الله علیه. السلام علیک یا ابا عبدالله. من چون ایام هم مناسب هست با مسلم ابن عقیل و شهادتش، اجازه بدید
به این اولین سفیر حسین ابن علی یه توجهی بکنیم. اولا مسلم ابن عقیل کسی است که پیامبر بشارت آمدنش رو داد اون موقعی که از مسلم خبری نبود، بشارت داد. وجود مسلم جزء بشارت‌های پیامبره و به عقیل فرمود خدا بهت فرزندی میده که اون فرزند تو در راه فرزند علی ابن ابی طالب به شهادت میرسه. نشان میده مسلم جایگاه بلندی داره. و اصلا تو همین روایت نبوی هست که وقتی این فرزندت به شهادت میرسه تدمع علیه عیون المؤمنین، چشمای اهل ایمان برو عشق میریزه. گفتن تو مصیبت مسلم اگر کسی عشق ریخت علامت ایمانش، چون پیامبر فرمود تدمع علیه عیون المؤمنین. توی مقتلم اینجوری وارد شده که تکاسرو علی بعد ما اسخن بالجراح، خیلی جانسوز این عبارت ها. من یقین دارم قلب امام زمان رو به درد میاره. شما گاهی با یه نفر طرفی، گاهی با دو نفر طرفی، گاهی ده ها نامرد میخوان حمله بکنن. مسلم ابن عقیل تکاسرو علی، برو هجوم آوردن، چند نفر معلوم نیست، تکاسرو علی بعد ما اسخن بالجراح، بعد از اینکه مجروحش کرده بودن، بینیش رو شکسته بودن، صورتش رو مجروح کرده بودن، تکاسرو علی برو هجوم آوردن. فتعنه رجل من خلفه، تو این شلوغ بازار یه نفر از پشت نیزه‌ای رو بر او وارد کرد. فسقط علی الارض و اخذ اسیرا، افتاد رو زمین مسلم ابن عقیل، بعدم اسیر شد. یه شاعر عرب زبانی هست همین مضامین رو خیلی جانسوز میگه، گفت سقط کدمن یبن عم الحسینی مدام اشیتک فلا برحت هاتلات العیون تهیی که قاعدتن رائحه. گفت ای پسر عموی حسین، ای مسلم، چشمان اهل ایمان بر تو گریه میکنه، این همه مصیبت، این همه جانبازی و بعد هم اسارت. بعد حرفایی رو میزنه که جانسوزه، میگه و صحبن تجرب اسواقهم الست امیرهم البارحه. میگه مسلم من شنیدم که بدن تو رو به یه اسبی بستن تو خیابونها و بازار کوفه کشوندن، مگه تو امیر اینها نبودی دیشب؟ مگه با تو بیعت نکرده بودن؟ حرفاشو میزنه تا میرسه به اینجا، میگه اتقزی ولم تبک کالباکیات اما لک فی المصر من باکیه. شما دیدید یه جوان، یه انسانی که از دار دنیا میره، تو اون خانه‌ای که مربوط به او هست صدای ناله زنها بیشتر از مردها بلنده، حالا یا مادرشه یا دخترشه یا خواهرشه، زنها گریه های عاطفی تر دارن. خطاب به مسلم میکنه، میگه مسلم اتقزی ولم تبک کالباکیات، من شنیدم وقتی تو به شهادت رسیدی صدای گریه هیچ زنی تو کوفه شنیده نشد، چون در اونجا نه مادرش بود، نه خواهرش بود، نه دخترش بود، یعنی مظلومانه یا مظلومانه. بعد میگه عیبی نداره، اون چشمها لیاقت نداشت برای تو گریه بکنه، اما میگه یه خانمی رو سراغ دارم، یه بیبی رو سراغ دارم، یه دختر علی رو سراغ دارم،
یه زینبی رو سراغ دارم که وقتی شنید خبر شهادت تو رو اونقدر برات عشق ریخ و گریه کرد. اتقزی ولم تبک کلباکیات اما لکف المصر من باکیه. وقتی خبر دادن به دختر علی، به حسین ابن علی و خواهرش خبر رسید که مسلم رو این گونه به شهادت رسوندن، زنها رو جمع کرد زینب کبرا، یه مجلس عزایی رو برای مسلم ابن عقیل برپا کرد. آری خود حسین ابن علی همون لحظه آخر میان گودال صدا زد، مسلم ابن عقیل رو صدا زد. آری مسلم ابن عقیل رو با لب تشنه از بالای بام بر زمین افکندن، اما جنازش رو بالاخره دفن کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. گفت یه نگاه کرد امام سجاد به زینب کبرا، ام جان اینا کشته های خودشون رو دفن کردن، اما عزیز مصطفی روی زمین بلا غسل الا کفنی. بسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم. الهی به مولانا ابی عبدالله یا الله، خدایا نفس ما مطمئن به قدر خودت قرار بده، راضی به قضای خودت قرار بده، مولع به ذکر خودت قرار بده، محب به اولیاء خودت قرار بده، محبوب آسمان و زمین قرار بده. پروردگارا زاد ما در این دنیا تقوا قرار بده، روش ما روش اولیاء قرار بده، اخلاق ما رو اخلاق دشمنانت قرار نده، ما رو از دنیا به ذکر و یاد خودت مشغول بگردان، ما رو مشتاق لقاء خودت بگردان، ما رو از مواعدی که در امروز برای اولیاءت مهیا کردی بهرمند بگردان، ما رو جزو مقربین خودت قرار بده، ما رو امروز جزو محرومین قرار نده. تمام دعاهایی که امروز به آسمان تو بلند میشه اجابت بفرما.